درود به شما براندازهای عزیز. در جنبش ملی مهسا امیدواری خیلی از معترضین به ارتش باعث اتلاف انرژی زیادی شد. ارتشی که به جز یه تعداد محدود از سربازان وفادار به ایران دیگه هیچ بویی از ارتش ملی ایران نبرده. سپاه فرمانده ارتش رو هم معتاد کرده و اون رو تبدیل به بازیچه دست خودش و خامنه ای کرده. سید عبدالرحیم موسوی فرمانده ارتش که به دلیل مصرف بیش از حد مواد هر روز داره بیشتر غرق میشه، همون حرفایی رو میزنه که خامنه ای و سپاه بهش آموزش میدن. باید یاد بگیریم که به ارتشی که هدف و آرمان فرماندهش هر چیزی هست به جز دفاع از منافع ملی هیچ امیدی نداشته باشه. بزرگترین آرزوم این هست که فلسطین به فلسطینیان برگرده و ما بتونیم در مسجد الاقصی نماز بخونیم. این چیزی هست که همیشه ذهن ارتشی درست کنیم که شایسته ظهور باشه. انشالله بتونیم اونجا برسیم. الان وضعیت جوریه که دیگه کاسلیسی علنی برای خامنه ای بی هزینه نیست. اتفاقا هزینه خیلی سنگینی هم داره و هر کسی که با دم تکون دادن برای خامنه ای خودشو در مقابل مردم ایران قرار میده خیلی زود به غلط کردن و مالکشی میفته. من تقریبا 11 دقیقه صحبت کردم و اون چیزی که حالا خیلی وایرال شد توی فضای مجازی یه تیکه یک دقیقه و نهایتا یک دقیقه هسته و این اصلا به عنوان راهکار ارائه نشد. یعنی صحبتی بودش که کاملا بحث رابطه دلی با امام امت بود در وهله اول، یک اعلام آمادگی بود و اصلا به عنوان راهکار مطرح نشد. در وهله اول یک صحبت دلی بین خلاصه امام و امت بود. امام و امت بود. ما عاجزانه از شما میخواهیم اگر مصلحت میدانید به بسیج دانشجویی اجازه دهید تا عازم مرزهای نبرد با رژیم صهیونیستی. دلم برای این بسیجی بیچاره میسوزه. به کسی میگه امام که اندازه 4 سالگی توماجم نداره. الان بیش از یه هفته از حمله موشکی اسرائیل به بغل کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه میگذره ولی تل‌آویو و حیفا کماکان سر پا هستن. اگر نمیدانند بدانند که اگر غلطی از اونها سر بزند جمهوری اسلامی تل‌آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد. دیگه الان همه دنیا میدونن که خامنه ای جرأت انتقام نداره. حتی روی دیوارهای شهرهای ایران نوشته شده که اسرائیل بزن. خامنه ای ابزار لازم برای انتقام رو نداره. نمیخوام بگم موشک هوا نمیکنه. شاید این کارو بکنه ولی بعدش بدتر میخوره و اون وقته که دیگه غلاف میکنه. البته این بهترین حالتشه. این احتمال هم وجود داره که اصلا هیچ موشکی هوا نشه. از کسی که با جوراب پارازیان شیشه‌ای سفید رجزخونی میکنه انتظاری بیش از اینم نمیره. خامنه ای در نماز عید فطر و در جمع لشکر ارزشی های گرسنه جورابی رو پوشید که سالها در حمام منصوری مشهد میپوشیده. بعد با همین جوراب رفت پشت تریبون و شروع مظلوم نمایی کرد. یه جوری از درد موشکای اسرائیلی اشک میریخ انگار اولین بارشه. خلاصه اینکه خیلی جالب اداشو در میآورد. شدیم شهیدان از قبیل شهید زاهدی، شهید رحیمی، دیگر همراهانشون. من قبلا هم عرض کردم اینها عاشق شهادت بودند. اینا چیزی از دست ندادن، خوشا به حالشون. اینا کسانی بودند که یک عمر دنبال شهادت دویدند. خدا بهشون این اجرت رو داد به خاطر جهادشون. خوشا به حالشون. ما داغدار شدیم اما اونها کامیاب شدند. اونها توانستند به مقصود خودشون برسند. هم اونها هم شهدای امنیت در بلوچستان، این جوانان عزیزی که از مرزهای کشور دارن حراست میکنن، جانشون رو کف دستشون گرفتن. ملت داغدار این هاست. خدای متعال. خامنه ای امروز خیلی شیک و مجلسی انتقام سخت رو تبدیل به تنبیه کرد و با حرارت خاصی گفت اسرائیل به خاک ایران حمله کرده و باید تنبیه بشه.
انگار همین چند روز قبل پاکستان به خاک ایران حمله موشکی نکرد و این خامنه ای نبود که از ترس گفت اشکالی نداره، موشک خورده به چند تا تبعه غیر ایرانی و خیلی چیز مهمی نیست. در خطاهای خودش اضافه کرد و او حمله به کنسولگری ایران در سوریه بود. کنسولگری و دستگاه های سفارت در هر کشوری که وجود دارد به منزله خاک همون کشوری است که سفارت متعلق به اوست. وقتی به کنسولگری ما حمله میکنن مثل این که به خاک ما حمله کردن. این عرف دنیاست. ارزشی‌ها هم که دارن با جمعیت حاضر در نماز عید فطر خودارضایی میکنن، در حالی که در این مراسم به جز یه لشکر از گرسنگان ایرانی و غیر ایرانی کس دیگه ای حاضر نبود. گرسنه هایی که دیگه به ساندیس هم راضی نیستن و این بار خامنه ای با بال و کتف کبابی و سیب زمینی سرخ کرده و شیرموز صلواتی اونا را از لونه هاشون خارج کرد. همین چند روز قبل راهپیمایی روز قدس در تهران بود، ولی به خاطر اینکه خبری از غذای رایگان نبود، حتی رفیقای خامنه ای در حمام منصوری هم در اون راهپیمایی شرکت نکرده بود. خامنه ای هنوز انتقام قبلی رو نگرفته، اسرائیل ضربه بعدی رو هم زده. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که در حمله افراد ناشناس در شهر المیادین سوریه 8 نفر از اعضای سپاه در مقر خودشون با چاقو سر بریده شدند. جزئیات اینکه این افراد چگونه تونستن نیروهای سپاه رو خلع سلاح کنن و با چاقو اونا رو خونسا کنن هنوز مشخص نیست، ولی این خبر یکی از عجیب ترین خبرهایی بود که در سالهای گذشته شنیده بودن. هنوز از هویت عوامل خونسا شده سپاه هم هیچ اطلاعاتی در دسترس نیست و هیچ گروهی هم مسئولیت این حمله رو بر عهده نگرفته. هر روزی که میگذره تعدادی از نسل‌های قدیمی‌تر که درصد بیشتری از اونها طرفدار جمهوری اسلامی هستن از دنیا میرن و به جاش نسل جدید رشد می‌کنن. یعنی با گذشت هر روز از تعداد طرفداران خامنه ای کاسته و به تعداد دشمنانش افزوده میشه. دلار شده 65-70 تومن، بعد طرف صدای کلنگ قبلش اون دنیا رو هم برداشته، خودش هم که امروز فردا رفتنیه، تتمای 57 میگن، بعد اومدن دارن برای غزه گریه میکنن. آخه هیچ آدمی توی عقل سالم اون مغز سالمی که داشته باشه ملت خودش رو نادیده نمیگیره واسه یک کشور دیگه گریه کنه، مگر اینکه ایرانی نباشه یا اصلا مال اون کشور نباشه. به جوانه میان مصاحبه میکنن، بهش میگن که به چه امیدی زندگی؟ میگه امیدی ندارم. میگه خب به چه امیدی زندگی میکنی؟ میگه من زندگی نمیکنم. خب راست میگه. تقریبا 70-75 میلیون ایرانی همین نظر رو دارن. مردم ایران زندگی نمیکنن، زندگی هر روز اونها داره میکنه. تو والا یه آخوندا تو این 45 سال اومدن که امشب میخوابی صبح پا میشه قیمتا اصلا فضایی. زندگی نمیکنن که، متاسفم برای زندگی نکردن اون. من خودم به شخصه اجازه نمیدم هیچ کدوم شما انگلا بخواید حتی زیر پستام کامنت بذارید ببینم پاکید بلاکید، چون حتی حق حرف زدن ندارید. شما حق هر.